همکارم علی حسین قاضیزاده اینجا در استودیو با من تا این گزارش رویترز رو بیشتر به بحث بذاریم علی حسین این گزارش درباره دخالت ای در انتخاب چی میگه دقیقا؟ بله این گزارش در واقع نکات بسیار بسیار قابل تعملی داره ابتدا از اینجا شروع میشه که یک گزارش امنیتی پیش خامنه میبرن و میگن که در بر اساس نظرسنجی ما 13 درصد مردم تنها در انتخابات مشارکت میکنن در این گزارش اومده که علی خامنه ای این رو یک بحران برای نظام معرفی میکنه و پیشنهاد میکنه که جمعی از معتمدینش در سه جلسه تصمیم بگیرند که برای تغییر روند باید چه کار کنند در اون جلسه علی اکبر ولایتی اسمش آورده شده دو تا فرمانده سپاه ارشای سپاه میگن هستن و چندین مقام امنیتی که نامشون ذکر نشده در اون جلسه نخست علی خامنه‌ای میگه که فردی در واقع که برای لایه‌های جامعه جذابیت داشته باشه و در واقع فردی مطیع هم باشه برای نظام چالش ایجاد نکنه و در عین حال بتونه مردم رو ترغیب بکنه به پای صندوق رای در واقع فرد مناسبی هست در جلسه دوم خود علی خامنه ای نام پزشکیان رو پیشنهاد میکنه و اون فرد فردی در واقع معتمد میدونه مطمئن میدونه که این در روند انتخاب جانشین رهبر هم خلال ایجاد نخواهد کرد و در واقع تمام جنبندی ها برای میشه که این فرد مناسبی خواهد شد پروسه و مکانیزم انتخابات رو از اونجا به بعد با مکانیزم طراحی میکنند که این من نشانه های خیلی زیادی در روزهای بعد که اصولگرایان منتقد شورای نگهبان شدند که شما با تایید چندین کاندید اصولگرا و یک کاندید اصلاح طلب مسیر رو برای انتخاب پزشکیان هموار کردید و دقیقا این چیزی است که علی خامنه انجام میده. دقیقاً پرسش هم اینجا سایه علی حسین پزشکیان برای علی خامنه مناسب تر از جلیلی بوده چرا؟ ببینید در قطعا همینطور هست یعنی حداقل نشانه که الان ما میتونیم بگیم با اطمینان میتونیم بگیم که همینطور هست جلیلی خودش نماینده یک گفتمان هست گفتمان بنیادگری افراطی هست و برای خودش طرفداران پرفاغرس خودش داره و قطعا برای انتخاب جانشین خامنه ای که میتونه فردی باشه که در واقع نیروهای حامی اصلی جلیل مخالفون باشه خیلی ایجاد کنه پزشکیان هم میگن نو بادی ناتینگ نیست نه فردی که تیمی داشته باشه نه بدنه سیاسی مطمئنی در داخل حکومت داره نه نیروهای امنیتی بزرگی پشتش هستن هر چه پزشکیان داره الان از علی خامنه ای است خودشان بارها به این موضوع اشاره کرده دقیقاً. در, انتخابات هر که اصلا آدم‌های های حدی که میتونه حرف بزنه تا حدی که اجازه کار میده تمامش رو براش طراحی میکنن و چنین فردی در واقع بسیار بهتر هست از جلیلی مضاف بر این که مسئله اصلی نظام در اون مقطع بالا بردن مشارکت در انتخابات بود این رو بحران تلقی میکردن و پزشکان میتونست بدون آن که در واقع نظام بخواد کوچکترین امتیاز رو به مخالفان بده بخش مهمی از مخالفان رو به پای صندوق رای بیاره و اتفاقا دوگان جلیلی به این قصه کمک میکرد یک دو جای ویجاد ایجاد میکرد که در واقع بخشی از این سمت برن پشت جلیلی به بخش از این سمت در واقع بران پشت پزشکیان این مشارکت انتخابات رو بالا می و الان کسانی که پزشکیان رای دادن اگر بخشی از اونها مخالفان از آن قلمداد بکنیم الان تبدیل میشن به ساکتانی که مطمئنن که پزشکیان چیکار خواهند کرد علی حسین آیا احزاب اصلاح طلب از روند انتخابات از اونچه که در پشت پرده میگذشته حالا خواست خامنه برای اینکه پشت پرده به پزشکان کمک کنه مطلع بودن ببین در ابتدای مسیر که قطعا نه در ابتدای مسیر یک محفل کوچکی رو میدونستن اما در میانه مسیر بله نشانه های زیادی ما در همون روزها میدیدیم که این رو تایید میکرد که در واقع انگار قول داده شده این اطمینانی که پیدا کرده بودن برای مشارکت در انتخابات برای اینکه توی انتخابات تا انتها میرن و برنده میشن ناشی از اطلاعات بوده دست آورده بودن خود اگه یادتون باشه در اون زمان اعلام سلاحیت ها شورای نگهبان زمان اعلام صلاحیت رو در واقع تمدید کرد و طبق اخباری که ما داشتیم اون زمانی بود که در حال گفتگو با پزشکیان بودن یعنی پزشکیان هم حتی گفته میشه که ابتدا از قصه بی خبر بوده اون مال اول قصه است از یه جایی به بعد پزشکیان اون اصرار بی حد و هستش در اینکه من در چارچوب عوامل رهبری کار میکنم بلا غیر و این اصراری که در واقع احزاب داشتن که هیچ تغییری در گفتمان پزشکیان ایجاد نشه با همین گفتمان بره ناشی از بدبستانی بود که اون بالا در واقع صورت گرفت قرار بود همین باشه همین هست و همین هم خواهد بود فردی مطیع به ظاهر میانه رو بدون آنکه وعده ای رو بخواد بده یا عملی بکنه در واقع خطری هم برای, نخواهد خطری برای نظام نخواهد ایجاد نمیکنه حتی در روند جانشینی هم در واقع مطمئن ترین فرد الان برای علی خامنه ای هست علی حسین قاضی زاده سپاسگزارم از تو